سلام، بریم به آمریکا. رئیس جمهور سابق ایالات متحده دونالد ترامپ برای بازگرداندن حساب توییتر جنجالی خودش دست به دامن یک قاضی فدرال در دادگاهی در فلوریدا شد. حساب توییتر ترامپ بعد از حمله هوادارانش به کنگره آمریکا بسته شد و توییتر اعلام کرد به دلیل تخلفات مکرر ترامپ از قوانینش و همینطور پیشگیری از احتمال تشویق به خشونت بیشتر، حساب او برای همیشه بسته میمونه. همکارم آرش علایی از واشنگتن و با ما همراه شده. آرش، دونالد ترامپ از زمانی که حساب توییتریش بسته شد خیلی پیگیر این بود که باز بشه. الان بعد از گذشت 10 ماه هنوز هم براش مسئله است و حالا شکایت به یک قاضی فدرال بوده. چه جزئیات بیشتری میدونیم و با توجه به قوانین آمریکا چقدر محتمله که به نتیجه برسه و توییتر بتونه حساب رو باز کنه یا بخواد باز کنه؟ جواب بخش دوم اول میدم، خیلی احتمالش نیست. دلیلش هم نیشا این است که توییتر، فیسبوک، گوگل، اینا شرکت های رسانه ای نیستن، به عنوان شرکت های اینترنتی خودشون رو ثبت کردن. اگر توییتر یه شرکتی بود مثل ایران اینترنشنال، اگر راجع به رئیس جمهور آمریکا چیزی می نوشت، رئیس جمهور آمریکا حق شکایت داشت، حق این داشت که بیاد خودش دفاع کنه. توییتر میگه من یه شرکت اینترنتی ام، ایشون خلاف کرده، خشونت ترویج کرده، برخلاف مقررات من عمل کرده و بنابراین رسانه ام نیستم که بخوام حساب پس بدم. از یک بخش استفاده میکنن در قانون به اسم آرتیکل 230 متمم 230 که این شرکت ها رو به عنوان شرکت های اینترنتی طبقه بندی میکنه. اما در مورد حساب توییتری آقای ترامپ، شما خودت بهتر میدونیم موقعی که ما ایشون رئیس جمهور بودن و ما گزارش میکردیم، میرفتیم کاخ سفید یا حتی خودت هم میومدیم میرفتیم، مثلا خبرنگارا کنفرانس خبری براشون مهم نبود. توییتر آقای ترامپ رو نگاه میکردن، پشت سر هم توییت های مختلف میومد و خبرنگارا با تعقیب کردن توییت های ایشون حالا بالاخره سعی میکردن یک راهی پیدا کنن برای اینکه بخوان خبرها رو پوشش بدن. بعد از همونجوری که شما گفتی حمله طرفداران آقای ترامپ در روز 6 ژانویه امسال، دیگه توییتر حساب آقای ترامپ رو بست. بالای 80 میلیون فالوور داشت، سعی کرد بره روی پلتفرم های دیگه، اونها هم راش ندادن و بستن حساباشو. و الان جمهوری خواهان و آقای ترامپ در ماه جولای یک شکایتی رو تصمیم کرده بودن به دادگاه فدرال. الان آقای ترامپ از یک قاضی فدرال در دادگاه فلوریدا خواسته که رأی بده به اینکه حقش بوده که روی توییتر بمونه و با طرفداراش ارتباط برقرار کنه و این حق ازش گرفته شده. اما همونجوری که گفتم، تا وقتی که سرنوشت این آرتیکل 230 متمم 230 مشخص نشده، جایی فرقی بین در واقع توییتر و رسانه گذاشته میشه، اون وقت توییتر به راحتی یا هر شرکت دیگری میتونه بگه که اون فرد، چه دونالد ترامپ باشه چه هر کسی دیگری، قوانینش رو نقض کرده، بنابراین به راحتی میتونه اون رو کنار بگذاره. درست داشتم، همونطور که گفتی بسیاری از خبرنگارا اخبار رو از توییتر دونالد ترامپ دنبال میکردن، خبرهای مربوط به ریاست جمهوری رو، و حتی من دیدم که بسیاری از منتقدانش هم دلشون برای حضور توییتریش تنگ شده. ممنونم از سارش علایی همکارم از واشنگتن با ما همراه بود.